خب نگاه میکنیم به قسمت دوم مقاله فدرالیست نو. خب من الان 9 مارچ 2017 است و من تازه شروع کردم که به افراد مختلف بگم که من دارم مقاله های فدرالیست رو ترجمه میکنم. در حقیقت 2 هفته‌ایه و به همه هم نمیگم، ولی خب یواش یواش دیگه شروع کردم تو یوتیوب که از پارسال گذاشتم، از امسال هم، از همین 1 ماه پیش وقتی مسئله پیدا کردم با یه ویدیو تو روی یوتیوب گفتم که روی فیسبوک هم بذارم و امیدوارم که الان که خب تو ایران نمیتونن، افغانستان، تاجیکستان اینا رو نمیتونم دقیقتش یوتیوب بلوکه یا نه، ولی الان نمیتونن اینا رو ببینن، ولی کسایی که در خارج از ایران هستن دسترس داشته باشن، مخصوصا ایرانی هایی که البته برای همه سا، برای همه فارسی زبان هاست و اینو من میخوام بستش بدم به تمام، برای تمام مردم دنیا، چون همونجوری که گفتم ما اگه قراره یه آینده خوبی داشته باشیم بایستی متحد بشیم، مردم دنیا، کشورهای دنیا، و سیستم فدرالیزمی پیاده بکنیم و دیگه اینقدر حرف از جنگ و خونریزی و اینا نکنیم. میدونم که چند نسلی طول داره، ولی بایستی زبان مشترک رو یاد بگیریم یواش یواش. و این ویدیو ها برای کسایی که بیرون از کشور هستن، حالا ایران، تاجیکستان، افغانستان، مقداری انگلیسیشون رو را بندازه، این مقداری هم مقاله های فدرالیست رو یاد بگیره. حالا اگه با من هم حتی هم فکر نیستید و اینا، هیچ مسئله نیست. این یه مقداری راجبه، مخصوصا اگه آمریکا رو میخواید بشناسید، اینا مهمه. من دیروز این واژه emolument رو گذاشتم روی این کانال، این لغت emolument رو گذاشتم چون قرار بود برم یه میزگردی بود راجبه این واژه و سیاست آمریکا صحبت بکنن، که البته من دیگه دیدم دانشجوها هستن بیشتر و اینا، نشستیم و صحبتی کردیم، ولی منظورم اینه که شما تا این مقاله های فدرالیست رو نخونید، این واژه رو توی متن قانون اساسی آمریکا خوب درک نمی کنید. خب مثلا 15 مرتبه این واژه استفاده شده در 12 مقاله مختلف فدرالیست. اونجاست که می بینید هر دفعه این واژه رو استفاده میکنه، داره میگه باید حواستون باشه، نه تنها مثلا احتمال داره رئیس جمهور، سناتور، یه کسی، یکی بیاد مستقیما پول بذاره تو جیبش، یه طوری رئیسشو بخره، امکان داره غیر مستقیما بین سناتورا و فلان و اینا برنامه‌ای باشه که پول نباشه، یه مثلا یه منصب بالاتری به طرف بدن، بیاد و رأی که میده برخلاف منفعت مملکت باشه یا ایالتش، و برای اینی که بعداً میخواد یه پولی، یه شغلی از توش در بیاد. حالا اینم من میدونم که این بچهای آمریکایی یا هر جایی که هستن، یعنی غیر فارسی زبونا، نه اینکه میخوان در هر حال فدرالیست پیپر رو باید بخونن دیگه، این شاید این مقداری تمرین زبان باشه برای اونا، فراگیری زبان فارسی، که چقدر هم خوب. ما میخوایم کارمون جهانی باشه دیگه، در هر حال اول آخر میخوایم مادر فکر دشمنی نباشیم. خب حالا من مقاله 9 ادامه میدم. From the disorders that disfigure the annals of those republics, the advocates of despotism have drawn arguments not only against the form of republican government but against the very principles of civil liberty. They have decried all free government as inconsistent with the order of society
and have indulged themselves in malicious exultations over its friends and partisans. Happily for mankind, stupendous fabrics reared on the basis of liberty, which have flourished for ages, have in a few glorious instances refuted their gloomy sophism. I trust America will be the broad and solid foundation of other edifices, not less magnificent, which will be equally permanent monument of their errors. در ایراد میگیره غیر مستقیم اینجا نمیگه، ولی تمام اونایی که توی روزنامه ها دارن مقاله پخش میکنن که بعدش ما بهشون میگیم آنتی فدرالیست و این حرفای مدیسون و همیلتون و این قانون اساسی جدید رو میکوبن، داره میگه ببینید اینا دارن تقریبا از آب گلالود ماهی میگیرن، خب هیچ کاری نمیکنن، فقط دارن بحثای پوچ تاریخی میکنن که واقعا نمیشه زیاد از این بحثا استفاده کرد. خب میان بعضی وقتا میگن اصلا بابا نمیتونی شما دموکراسی به معنی 20 قرن 21 همی داشته باشی، مردم آزادی حالیشون نیست. و همیلتون میگه و حرف اینا گوش ندید، ما یه سیستمی میخواییم پیاده بکنیم که برای تمام دنیا یه الگو باشه، نشون بدیم که ما میتونیم یه بنایی بذاریم که همه ببینن بر روی آزادی میشه یک چیز خیلی با جلالی پیاده کرد، طرح درست حسابی داد، سیستم دولتی درست حسابی بنیان گذاشت. خب این پاراگراف بعدی رو نمیتونم تو این ویدیو براتون بذارم، منتها این دیگه تو این مقاله شروع میکنه از این مونتسکیو حرف زدن، مونتسکیو، خب، و کتاب روح القوانینش، The Spirit of the Laws. خب این مونتسکیو رو تو این مقاله های فدرالیست بیشتر از همه بهش اشاره میکنن و خیلی تعریفشو میکنن و به به و چهچهش میکنن، چون این کتابو که نوشته بود این اولین کسی بود که اومده بود خیلی قشنگ تا اون زمان نگاه کرده بود که چجوری بایستین تجزیه قوا باشه و چیزهای دیگه که راجبش صحبت میکنیم. فقط گفتم که چون اینجا وقت کم داشتیم برای اون پاراگراف گفتم اینو نشونتو بدم. مونتسکیو، خب مونتسکیو ما میگفتیم، بعد Spirit of the Laws، روح القوانین ترجمه کردن. خب اینو داشته باشید. بعدش هم واسادم این تبلتم روشن بشه که چیزی که خودتون وقتی این ویدیوها رو میبینید، الان بچه گونه است من براتون بگم، ولی دارم میگم که من این ترجمه که دارم میکنم و اینا یه مقداری الان دیگه ترجمه دوم رو لغت زیاد تکیه نمی کنم، به دلیل اینکه به زودی زود دیگه با این الکترونیک بوک ها، این کتاب های الکترونیکی، شما میتونید همه این واژه ها رو قشنگ دم دستتون باشه، راحت پیدا بکنید و کارتون خیلی راحت تر میشه. خب ببینید این کتاب الکترونیکی، خب الان خوب نمی بینید دیگه، ولی من قشنگ میام میذاره این تکستش رو گنده می کنم که بهتر ببینیم. ولی جالبی اینه که مثلا یه لغتی رو نمیدونید، راحت میزنید و look up، این قشنگ معنیشو براتون مینویسه. خب من دیگه اینو میدونم که شما میبینید این تبلت های جدید راحت معنی رو به دو سه زبان میشه نوشت. خب رون حساب حتی اگه میخواید بیشتر راجبش بدونید میتونید برید ویکی‌پدیا اون گوشه. من نمیدونم این اینترنت من وصله یا نه، این تبلت منم قرازه از قدیمیه، از این وب برازر کشکی باید استفاده بکنم، آن چون الان سرورم درست کار نمیکنه. برگردم به کتاب. جالبیش اینه که کتابه رو که برمیگردی قشنگ صفحه یادش میمونه. خب منظورم اینه که دارم میگم کارتون خیلی راحت میشه،
یه نسل دیگه که اصلا دیگه حسابی راحت میشه. یکی نشسته توی استودیو قشنگ این مقاله ها رو خونده با صدای خوب، با ضبط خوب. من الان دارم با یه تلفن کوچولو این کار رو میکنم و دلیل اصلی هم که دارم برنامه رو اجرا میکنم میخوام بگم که هممون هر انسانی میتونه دست جامعه رو بگیره. نباید بذاریم که این جامعه یا افراد بد جامعه آدم رو دل سرد بکنن. این یکی از بزرگترین ایرادهای الان دنیای ماست. مردم فکر میکنن خب من که میلیونر نیستم، من که فلان نیستم، چجوری میتونم کار کمک بکنم. این فکرها پوچه. دست هر کسی رو آدم بتونه بگیره با همون چیزی هم، با هر چیزی که داره براش فراهمه، من فکر میکنم دنیا رو میتونیم ما جلو ببریم. اگه شما پزشکی، ما به شما نمیگیم برو سالی یه ماه تو دهاتا یا دو شهرهای کوچولو کمک بکن، روزی یه نفر رو کمک بکن، دندون پزشکی، نمیدونم فلان کار هستی و همون کار هست، دست یکی رو بگیر یه روزی یه مرتبه 20 دقیقه وقت تو بذار. حالا ما هم با این تلفن چسقلیمون داریم، من فکر میکنم من دارم روی یه چیز مهمی برای خانواده بشری کار میکنم، یعنی حداقل دارم یه اشاره میکنم که ماها میتونیم این کارو بکنیم، متحد بشیم. فعلا باشه.